و اما چند خبر. بنا به گزارش‌های رسیده، رئیس جدید دانشکده علم و صنعت یک مزدور بسیجی است و به شدت روی دانشجویان فشار می‌آورد. به گفته دانشجویان، دیکتاتوری آخوندی به خاطر ترس از خیزش‌های دانشجویی تلاش دارد هرچه بیشتر مزدوران بسیجی را حتی تا ریاست دانشگاه‌ها وارد کند. دیکتاتوری آخوندی برای ایجاد فضای خفقان و وحشت باز هم جوانان را به بهانه مختلف دستگیر می‌کند. بنا به گفته روزنامه ابتکار رژیم، 19 جوان در یک مهمانی در مشهد دستگیر شدند. تلاش برای ترویج اندیشه‌های متعفن و قرون وسطایی ولایت فقیه در بین دختران دانشجو به اسم موازین اسلامی، روزنامه ابتکار رژیم. اتاق‌های مد برای ارائه مدهای ایرانی اسلامی با دوخت و کیفیت مناسب در دانشگاه‌ها ایجاد می‌شود. در حال حاضر طرح عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها اجرایی می‌شود. مدل‌های جدید برای دانشجویان نیز با شرایط مناسب ارائه می‌شود، از جمله انطباق با موازین شرعی حجاب اسلامی. در گزارشی از دانشگاه فردوسی مشهد، به خاطر سیاست‌های چپاولگرانه دیکتاتوری آخوندی، قیمت‌ها باز هم بالاتر رفته و در نتیجه فشار بر روی دانشجویان بیشتر شده است، به طوری که بسیاری از دانشجویان مجبورند دو نفره غذا گرفته و حتی به جای استفاده از اتوبوس پیاده تردد کنند. فروزنده معاون پاسدار احمدی نژاد: 25% نیروهای تحصیل کرده در کشور بیکار هستند.